بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که سالم باشین و سالم هم بمونید، هم خودتون هم خانواده‌هاتون. با توجه به شرایطی که هستیم، خیلی خلاصه چند جلسه ای و انشالله با هم درس خواهیم داد که انشالله شما بتونید با همینا برین یکم تمرین حل کنید. خب برسیم به درس. بسم الله. ما قبلا یه همچین مثال هایی رو زیاد با هم حل کردیم، مثال هایی که توش وقتی صحبت میکردیم میگفتیم که آقا اگر این جسم استحکاک نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ من اینجا اگه یه جعبه آویزون کنم، از قرقره رد کنم، وصلش کنم به یه جعبه دیگه، خیلی راحت شروع میکنه حرکت کردن. بعضی وقتا بر شما هم خیلی سوال به وجود میومد دیگه که آقا اگه این امیه که خیلی کوچیک باشه چی؟ ام دو خیلی بزرگ باشه، ام یکی که خیلی کوچیک باشه بازم حرکت میکنه؟ میگفتیم آره بازم حرکت میکنه. نه آقا اگه این مثلا یه نیوتن وزنش باشه، این 1000 نیوتن چی؟ بازم حرکت میکنه؟ میگفتیم آره. میگفتیم چرا حرکت میکنه؟ میگفتیم شما اگه بیان دیاگرامش رو بکشین، من حالا میخوام رو شکل بکشم، نیروهایی که به این وارد میشدن چیا بودن؟ گفتیم به این داره 2 تا نیرو وارد میشه، یه دونه وزنشه W1، یه دونه T به سمت بالا. به این جعبه چه نیروهایی وارد میشون؟ گفتم آقا به این جعبه یه دونه وزنش داره وارد میشه، W2 میذارم اسمشو، یه دونه N داره وارد میشه، یه دونه هم T داره این سمتی رو میکشه. گفتم وقتی که من استکاک ندارم، یعنی نیروی دیگه ندارم، چه اتفاقی میفته؟ تو دیاگرام این که نگاه کنی، خب نیروهای عمودیش که دارن همدیگه رو خنثی میکنن، هیچ باش کاری نداره. یه نیروی افقی این طرف دارم به اسم تی که این طرف هیچ نیرویی ندارم که این تی منو خنثی کنه. پس این حتما باید حرکت کنه. آقا این هر چقدر هم کوچیک باشه پس این حرکت میکنه، اصلا برای اون مهم نیست. چرا؟ چون این تیه یه دونه است و این من نیرویی ندارم که بخواد اینو اصلا خنثی کنه. نکته این که داشت میگفتم آقا اگه این خیلی کوچیک باشه، این خیلی بزرگ باشه، تنها مشکلی که به وجود میاد اینه که شتاب حرکتش رو کم میکنه. یعنی این با یه وزن کم، با یه جرم کم، این اگه جرمش زیاد باشه رو خیلی با شتاب کمی میتونه حرکت بده، ولی حتما حرکت میده. این برای ما خیلی ناواقعی به نظر میرسید و خیلی وقتا شاید گیج میشدیم وقتی در موردش میخواستیم صحبت کنیم. چرا؟ چون توی عمل وقتی تو واقعیت ما میایم همچی کاری میکنیم اینجوری نیست. ببینید توی آزمایشگاه که شما میرین، انشالله بعد از تعطیلات تشریف آوردین، یه آزمایش دارین، یه همچین ستابی رو میبندین، یعنی یه جعبه رو میذارین روی میز با یه نخ، اینجا میایین آویزونش میکنین، با این تفاوت که به جای این جعبه اینجا توی اونجا میایین یه دونه بطری آویزون میکنین، یه بطری آب به این شکل، یه بطری آب آویزون میکنی. خب این بطری آب هم یه وزن داره دیگه، خود بطریه یه وزن داره. من دوباره میذارم W1. آقا این وزن این بطریه درسته که خیلی کمه، ولی بالاخره وزن دیگه. شما نگاه میکنی این بطریه نمیتونه اینو تکونش بده. بعد میای داخل بطری شروع میکنی آب ریختن، یکم آب میریزی میبینی حرکت نمیکنه. این آب رو هی بیشتر و بیشترش میکنم، بازم میبینم حرکت نمیکنه. آقا چی شد؟ شما مگه نگفتی این هر چقدر سنگین باشه، این هر چقدر سبک باشه، این حرکت میکنه؟ ما که تو آزمایشگاه هر کاری میکنیم حرکت نمیکنه. میگم خب لابو توی عمل، توی واقعیت که تو داری آزمایشو انجام میدی، این ور این یه نیروی هست که قبلا در موردش صحبت کردیم، گفتیم این نیرو اسمش استکاکه، که این استکاکه داره این تیه رو خونسا میکنه. چون این اونو خونساش میکنه، اتفاقی که میفته چیه؟ این حرکت نمیکنه و ثابت میمونه. آقا در مورد استکاک اگه یادتون باشه اون اوایل نیرو که داشتیم صحبت میکردیم و نیروها رو معرفی میکردیم، در موردش صحبت کردیم با هم دیگه، گفتیم آقا اگه شما این دوتا سطح اگه کاملا هم صیقلی و صاف باشن در ظاهر، البته بیاین این تیکه رو بذارین زیر میکروسکوپ و زیر میکروسکوپ ببینین، چیزی که مشاهده خواهید کرد چیه؟
اگه یعنی من زیر میکروسکوپ اینو بزرگش کنم یه همچین چیزی رو میبینم، نگه صفحه میکروسکوپ هماشه، میگم که این دوتا صفحه وقتی میره زیر میکروسکوپ من نگاه میکنم ببینم که در ظاهر صافه ها، ولی زیر میکروسکوپ که میره این دوتا یه پستی بلندی هایی دارن، جفت سطح ها ناصافه. این ناصافی باعث میشه که این دوتا تو هم دیگه فرو برن، و وقتی که فرو میره، وقتی میخوام یکیش رو تکون بدم، حرکت بدم، این شروع میکنه مقاومت کردن، نمیذاره که این حرکت کنه، که بهش میگفتیم استکاک. حالا برگردیم به آزمایش خودمون. آقا اینجا من تو این بطری خب آب میریزم، بعد این حرکت نمیکنه، این آب رو اضافه میکنم، بازم حرکت نمیکنه، همینجوری اضافهش میکنم، این تا کی وای میسته؟ تا کی میتونه حرکت نکنه این جعبه و جلوی نیروی تیه مقاومت کنه؟ به این آب رو که من زیاد میکنم تا یه جایی که میره بالا یک دفعه این شروع میکنه حرکت کردن، یعنی تا یک نقطه‌ای میتونه تحمل کنه این افه، تا یه نقطه‌ای میتونه نیروی تی منو خونساش کنه، بعد از اون نقطه که گذشت شروع میکنه حرکت کردن. آقا بعد اینکه حرکت کرد چی؟ بازم استکاک داریم؟ میگیم آره داریم، ولی جنسش یکم متفاوت شده، اونو بهش میگیم استکاک جنبشی، استکاک در حال حرکت. اگر یادتون باشه در مورد استکاک که صحبت میکردیم همون اول فصل، گفتیم که مقدار استکاک چقدره؟ گفتیم استکاک از اون نیروهاییه که مقدارش همون قدیه که تو بهش نیرو وارد میکنی، یعنی تو با این تیه هر چقدر اینو بکشی این افه همون قد میشه. یعنی اگه من این تیه رو الان نداشتم، یه جعبه میذاشتم روی میز، استکاکی هم نداشتم، به محض اینکه این تیه میاد شروع میکنه جعبه رو کشیدن، این استکاکه به وجود میاد. مقدارش چقدره؟ میگه مقدارش برابر با تیه، یعنی مقدار تیه من هی افزایش میدم توی این هی آب میریزم، مقدار افم هم هی اینجا افزایش پیدا میکنه. پس مقدار استکاک من توی این حالت، تو حالت که جعبه وایساده و من دارم نیرو وارد میکنم، یه مقدار متغیریه و هی تغییر میکنه نسبت به اینکه من چقدر دارم بهش نیرو وارد میکنم. اینم همونقدر به من نیرو وارد میکنه که نیروی منو خونسا کنه. اما وقتی که میرسیم به اون نقطه‌ای که دیگه این نمیتونه بیش از اون اضافه بشه، یه نقطه‌ای هست که من تیو اگه اضافه کنم این اف میخواد اضافه بشه ولی دیگه بیش از اون نمیتونه، نهایت تحملش انقدر، بهش میگیم افس مکس، بیشترین افه که میتونه تحمل کنه. اونجا که میرسه این شروع میکنه حرکت کردن. بعد اینکه حرکت کرد استکاکم چطوریه؟ میگم بعد اینکه حرکت کرد دیگه تو یه مقدار استکاک ثابتی داری، استکاکت دیگه تغییر نمیکنه، یعنی اگه مقدار استکاکت 3 نیوتونه، 3 نیوتون دیگه پیوسته باقی میمونه، دیگه اصلا مهم نیست که این چقدر باشه، سرعت حرکتت چقدره، استکاکت مقدار حرکت وقتی حرکت میکنه یه مقدار ثابتی باقی میمونه. خب اینا که گفتیم و یکم بنویسیم، خب اومدیم گفتیم که استکاک، خود استکاک دو مدل داره، استکاک ایستایی که با FS نشونش میدیم، که این استکاک ایستایی چیه؟ من تعریفش رو بنویسم. میگه اگر دو جسم با هم در تماس و نسبت به هم ساکن باشن، هرگاه یکی از آنها تمایل به حرکت داشته باشن، استکاک ایستایی به وجود می آید. که نکته گفتیم که مقدار
استحقاقه. استایی در مسئله با توجه به سایر نیروها محاسبه می شود. بعد یه چیز دیگه که تعریف کردیم، گفتیم این استقاق ایستاییه تا یه جایی میتونه بره دیگه. اون جایی کجاست؟ گفتیم که بیشترین مقداری که این FS میتونه داشته باشه بهش میگیم استقاق آستانه حرکت، که با FS ماکسیموم نشونش میدیم. گفتیم چیه؟ گفتیم FS ماکسیموم حد اکثر مقدار FS میباشد که در واقع مرز بین حرکت و سکون است. در واقع FS مکس داره به من میگه که FS مقدار سکاکم تهش چقدره. حالا اگه یه ذره از این بیشتر شه، ولی خیلی کم، جسم من دیگه شروع میکنه حرکت کردن. یعنی اون مرز سکون و حرکت رو داره بر من مشخص میکنه. اما سکاک دومی که میخوایم بگیم، گفتیم استقاک حرکتیه که بهش استقاک جنبشی یا حرکتی میگیم. استقاک جنبشی یا حرکتی رو با افکا نمایش میدیم. میگیم اگر دو جسم با هم در تماس باشن و نسبت به هم حرکت کنند، بعضی جاها میگن روی هم بلغزند، استقاک جنبشی به وجود می آید. داخل پرانتز مقدار استقاک جنبشی در هر مسئله مقدار ثابتی است. یعنی مسئله بر تو مشخص میکنه یا اگه قراره به دست بیاری، همیشه یه دونه از وقتی به دست میری، افکا دیگه مقدارش تغییر نمیکنه. این نیست که حالا شرایط عوض شد افکا عوض شه، نه، توی اون مثال خاص به هیچ وجه تغییر نمیکنه. یه نکته دیگه بگم بعد بریم شروع کنیم مثال حل کردن. تو مثالا فکر کنم خیلی بهتر بتونیم بفهمیم. نکته که میخوام بگم اینه که نکته FS ماکسیموم بزرگتر از چی؟ میگم اینجا که معلومه FS ماکسیموم از FS بزرگتر، اصلا چون ماکسیموم همون FS هست دیگه، در واقع میتونم بگم FS ماکسیموم بزرگتر مساوی FS نهایت اون FS هست دیگه، این که معلوم از اون بزرگتر. اما FS ماکسیموم از FK هم بزرگتره. یعنی این که آقا من آب میریزم توی اون بطریه، تو شکلمون تو مثالی که زدیم، این بطریه هی پر میشه، استقاک من افزایش پیدا میکنه. به محض اینکه این استقاک میرسه به FS Max
و این میخواد شروع کنه حرکت کردن، بعد اینکه شروع میکنه حرکت کردن دیگه حالا استکاکی که من دارم، یعنی استکاکی جنبشی میشه، اون استکاکی از FS Max میاد کمتر میشه، کاهش پیدا میکنه. آقا چرا اینجوری میشه؟ قاعدتا مثلا FK من یا باید بیشتر از FS Max باشه یا اینکه حداقل برابرش باشه دیگه. چرا میگه این بزرگتره؟ چرا شما خیلی نمیتونیم در موردش صحبت کنیم؟ واقعیت اینه که سالهای بالاتر باید بریم، ما هم اگه بخوایم صحبت کنیم باید یکم بره بحثمون جلوتر، یعنی تو فشار رو اینا برسی میتونیم یکم صحبت کنیم. اما برای اینکه حالا تو ذهنتون این سوال اذیتتون نکنه بخوام بگم، تا وقتی که این جعبه، این M2 روی این سطح ثابته، مولکول های این جعبه شروع میکنه با مولکول های سطح این میز واکنش میدن و باعث میشه که یه پیوندهای خیلی ریزی بین این دوتا برقرار بشه. به اصطلاح بهش میگن جوش سرد خورده، یعنی این جعبه من با این میز پایینی جوش سرد میخوره، که برای این که من غلبه کنم و اینو حرکت بدم هم باید به خود این استکاکی غلبه کنم، هم این که اون جوش سردار رو بشکنم، یعنی همین پسی بلندی هایی که اینجا هست رو باید غلبه کنم از روش رد شم، هم این که اون جوش سردار که بین این دوتا جعب و میز خورده رو بشکنم. ولی وقتی که حرکت کرد رفت، چون داره حرکت میکنه خیلی زمانی پیدا نمیکنه که این جعبه بخواد با این میز جوش بخوره، جوش سرد پیدا کنه، صرفا فقط این پسی بلندی هایی که هم دیگه رفتن و من باید براشون قلبه کنم و اینا رو حرکت بدم. به خاطر همینم هست که میگیم آقا FS Max همیشه بزرگتر از FK. FS Max هم معمولا اینجوری که مسئله به شما میده، یعنی چیزی نیست که محاسبش کنید، یه عدد ثابتیه که نسبت به اینکه حالا جسم اون میزه چیه، جرمش چیه و یه سری پارامترهایی که برای استکاک مهمه که الان من نمیخوام صحبت کنم در موردش، نسبت به اون FS Max هم یه عدد ثابتی به دست میاد. خب فکر کنم دیگه همه این مسئله گفتم، بریم با هم دیگه چند تا مثال حل کنیم. من پاک کنم این سمتو. مثال در هر یک از مثال در هر یک از شکل های زیر مقدار استکاک و شتاب جسم رو بیابید. خب الف، من همون چیزی که الان توضیحشو دادیم یه مثال حل کنیم ازش. یه همچین چیزی دارم، یه میز دارم، یه جعبه 10 کیلوگرمی اینجا هست، با تناب وصل شده به یک جعبه 5 کیلوگرمی. خود مسئله به من گفته که توی این مثال، این داده مسئله FS ماکسیموم 40 نیوتونه و FK من 30 نیوتونه. خیلی قرار نیست کار خاصی انجام بدین، یعنی با اینکه استکاک اومده فکر نکن خیلی اتفاق خاصی افتاده و خودتو نگران نکن. تا الان هر جور مسئله رو حل میکردی تقریبا همونه، یه تفاوت خیلی کوچیک داره که الان با هم میبینیم. اولین کاری که میکردیم چی بود؟ میگفتیم آقا مسئله رو دیدی، اولین کارت این باشه که شروع کن دیاگرامش رو بکش. منم خواهم الان دیاگرام بکشم، میگم آقا دیاگرام این جعبه یه دونه وزن داره، من میذارم W1 که میدونم چقدر، 50، یه دونه بالا T داره. من
برای جعبه هم اسم بذارم، این اسمشو میذارم یک، این جعبه همو میذارم اسمشو دو، که توضیح که میخوام بدم قاطی نشه. پس این دیاگرام جسم یکه، جسم دو رو هم اینجا دیاگرامشو بکشم. جسم دوی من یه دونه وزن داره، میذارم دبلیو دو که چقدر 100 نیوتن. یه دونه N داره و یه دونه T. چون این جسم من الان داره توسط این تی به اون سمت کشیده میشه و مثلا گفته استکاک داره، گفتیم پس یک نیروی مخالف جهت حرکتش اون سمتی که تمایل داره حرکت کنه به وجود میاد به اسم استکاک، که اینجا این سمتی میشه، این میشه استکاک. آقا سوالی که اینجا به وجود میاد و مهمه و شاید بشه گفت تنها چالشی که تو الان ما توی این قسمت استکاک داریم اینه که این استکاکه که اینجا به وجود اومد استکاک جنبشیه یا ایستاییه؟ برای این از کجا بفهمم؟ میگم ببین من که نمیدونم کدومه، برای این که بفهمم میام اول فرض میکنم جسم من ساکنه، حرکت نمیکنه. یعنی فرض میکنم این 5 کیلویه نمیتونه 10 کیلویه رو تکون بده، همه اینا ساکنن. میام مینویسم فرض ساکن. آقا وقتی فرض میکنم ساکنه یعنی چی؟ یعنی فرض کردم این FS دیگه، گفتیم وقتی ساکنه سکاکمون از نوع ایسایی میشه که اسمش FS. حالا میام برای شروع میکنم زیگما اف مساوی صفر می نویسم، میگم که از دیاگرام اولی، از این دیاگرام وقتی ساکنه دیاگرام یک به من چی میگه؟ دیاگرام یک میگه تی برابر با 50 نیوتن، ساکنه دیگه، پس این با این برابر. آقا دیاگرام دوم به من چی میگه؟ دیاگرام دوم من میگه که عمودیاشو که کار ندارم چون ساکن و خیلی باش هم کار نداریم، توی افقیش میگه با تی برابر با اف باید باشه، یعنی اف برابر با تیه. مقدار تیرم که من اینجا حساب کردم 50 نیوتونه، پس این اف میشه 50 نیوتون. تا این اف رو ما اینجا اف اس فرض کردیم دیگه، پس من اینجا میذارم اف اس. توی دیاگرام همون فعلا نذاشتم FS که ببینم اول فرضم درستی یا نه، بعد درستش میکنم آخر. میگم آقا FS رو من دروردم 50 نیوتن. الان میام داده های مسئله رو نگاه میکنم، میبینم FS که من دروردم 50، در صورتی که مسئله به من گفته آقا ماکسیموم FS که تو میتونی داشته باشی 40 نیوتنه. پس الان FS من بزرگتر شده از FS ماکسیمومم. یا این که نمیشه که، پس فرض من غلط، فرض غلط است. میام حالا فرض میکنم که حرکت میکنم، یعنی فرض حرکت میکنم، حرکت میکنه، میگم وقتی حرکت میکنه اف من میشه اف کا دیگه، گفتیم وقتی جسم داره روی دوتا جسم دارن رو هم دیگه سر میخورن میلغزن حرکت میکنن نسبت به هم دیگه، استکاک هم میشه استکاک جنبشی، پس میشه اف کا. میام حالا که اف کا دوباره میام شروع میکنم برای هر کدوم از دیاگرام هم زیگما اف مساوی ام آ مینویسم. برای دیاگرام یک اگه بنویسم، میگم تو دیاگرام یک داره حرکت میکنه میشه 50 منهای تی مساویه با شتابش هم که جرمش هم که 5 بود میشه 5 آ. تو دیاگرام دو توی افقیش بخوام بنویسم میگم تی منهای اف مساویه با 10 آ، که باز اینجا این اف گفتیم اف کا دیگه، پس میذارمش اف کا.
و مقدار افکارم که مسئله به هم داده، خود مسئله به من گفته افکار سیه، پس اینجا افکارو میتونم بذارم سی نیوتون، دیگه راحت شد دیگه، حلش میکنم. تیا که این دوتا را اگه با هم جمع کنم تیا با هم میره، 50 منهای سی میشه 20 مساویه با 15 آب. از اینجا شتاب من به دست میاد چقدر؟ 20 15 هم یا 4 سوم متر بر مجرور ثانی. استکاک هم که همون افکاه، پس مقدارش سی نیوتونه. مسئله هر شد. پس کاری که باید بکاریم اینه، وقتی که با مسائلی که توش استحکاک داره مواجه میشیم، مثل همون کاری که تا الان میکردیم با مسائل مباحث نیرو، همون جوری پیش میریم. یعنی اول من میام دیاگرامامو میکشم، دیاگرامامو که کشیدم میام اول فرض میکنم که ساکنه، با فرض ساکن حل میکنم، تهش نگاه میکنم ببینم آقا این فرض که گرفتم درست بود یا نه. یعنی این فرض من، عددی که برای FS به دست آوردم از FS ماکسیموم که مسئله به من داده کوچیکتر هست یا نه. اگه کوچیکتر بود که خوشحالم دیگه، جواب من درست. اگه بزرگتر شو یعنی فرض من غلطه، اون موقع باید بیام با فرض حرکت میکند برم، یعنی استحکاکم بگیرم افکا و با افکا حلش کنم و به جواب برسم دیگه، به همین سادگی. بریم خب مسئله بعدی رو ببینیم با هم. توی ب به من یه سطح شیبدار داده، جسمم روی سطح شیبداره، دوباره این طرف آویزون شده یه جعبه دیگه، این جعبه 3 کیلوگرمه، این 4 کیلوگرمه، زاویه سطح شیبدارم هم 30 درجه است. خود مثلا دوباره به من داده هایی که داده، من اینجا بنویسم FS ماکسیموم گفته 20 نیوتونه، FK گفته 18 نیوتون. خب شروع میکنم دوباره حل کردن. گفتیم قدم اول بیا دیاگرام بکش. خب میام دیاگرام این جسمه رو بکشم، همینجا زیرش بکشم. من قبلش برای جعبه هم دوباره اس بذارم، اینو میذارم 1، اینو میذارم 2 که باز قاطی نشه. تو دیاگرام 1 یه دونه وزن دارم W1، اسمشو میذارم W1، مقدارش هم که 30 نیوتون. یه دونه هم T داره به سمت بالا میکشدش. این دیاگرام 1 نیرو دیگه نداره. تو دیاگرام این سطح شیبداریه چی؟ دیاگرام اونو اگه بخوام بکشم، گفتم که تو ماشه گفتیم دیاگرام جسمی که رو سطح شیب داره رو همیشه کج میکشیم. دیاگرام اون دوباره یه وزن دارم 40 نیوتون، این زاویهش 30 درجه است، دیگه بلدیم حساب کنیم. یه دونه N دارم، یه دونه تی دارم که داره منو به این سمت میکشه و استحکاک. اینجا یه سوالی پیش میاد، آقا توی این مسئله این جسم اول داره کدوموری میخواد اصلا حرکت کنه؟ یعنی تمایل حرکتش به کدوم سمته؟ این جعبه چون رو سطح شیب داره سر میخوره پایین، اینم دنبال خودش میکشه، یا اینکه برعکس این میخواد بیاد پایین اونو دنبال خودش بکشه؟ خیلی مهمه که اول من بیام تمایل حرکتشو پیدا کنم، این اصلا کدوموری میخواد حرکت کنه، که بعد بتونم جهت استکاکم مشخص کنم. میگم برای اینکه این کارو کنم، اول میام این نیروه رو تجزیهش میکنم. اینو که تجزیهش کنم، این نیرو مؤلفه ایکسش برای من خیلی مهمه. الان میگم مؤلفه ایکسش میشه چی؟ میشه 40
سینوس 30 درجه که میشه چقدر؟ 20 نیوتون. 40 ضرب در 1/2 20 نیوتون. میگم یه لحظه فرض کن که این ساکنه، اصطکاک هم نداره. میگم اگه این ساکن باشه، اصطکاک هم نداشته باشیم، اینجا W1 من که 30 نیوتونه با این تیه برابر میشه، پس این تیه میشه 30 نیوتون، پس این تیه 30 نیوتونه، چون گفتیم کنش واکنش همان یه تنابه دیگه، این 30 نیوتونه. اگه این 30 نیوتون باشه، این 20 نیوتون، پس جسم من میخواد به سمت بالا حرکت کنه دیگه. حالا که میخواد به سمت بالا حرکت کنه، اصطکاک چون میخواد مخالفت کنه با حرکتش، یه به سمت پایین به وجود میاد اصطکاک من، پس یه اصطکاک به وجود میاد این سمتی، اسمشو گذاشتم F. آقا از کجا فهمیدی؟ از کجا بفهمیم دوباره اینکه این اصطکاک جنبشیه یا ایستاییه؟ میگم دوباره باید همون فرضایی که گفتیم رو بریم. اول فرض میکنم ساکنه، بعد فرض میکنم حرکت میکنه و حلش میکنم. من اول فرض میکنم دوباره این ساکنه، میگم اگه ساکن باشه اف من، افی که دارم باید چی باشه؟ FS باشه. خب بیام براش زیگما اف مساوی صفر بنویسم. میگم تو دیاگرام شماره 1 زیگما اف مساوی صفر اگه بنویسم چی به من میده؟ میشه W1 مساوی با T، نیرو دیگه که ندارم که، پس میشه T مساوی با W1 که 30 نیوتونه، T من میشه 30 نیوتون. تو دیاگرام 2 یه دونه T این ور دارم، دو تا نیرو هم اون ور دارم. اگه بخواد ساکن باشه گفتیم این وریا با این وریا باید برابر باشه، پس تو دیاگرام 2 میگم T برابر باید باشه با 20 به علاوه F، که باز اینجا چون گفتیم فرضمون ساکنه، این F FS دیگه. خب میگم آقا مقدار تیرم که بالا به دست آوردم 30 نیوتون، این تیر اگه بذارم 30 نیوتون، FS من محاسبه میشه دیگه، FS هم از اینجا به دست میاد، 20 رو ببرم اونور، 30 منهای 20 میشه 10 نیوتون. میام حالا شرطم رو بررسی میکنم، میبینم FS هم از FS ماکسیموم هم کمتر یا نه، میبینم که بله FS هم کوچکتر از FS ماکسیموم همه، پس خوشحالم دیگه. چرا؟ چون شرطم درسته دیگه، لازم نیست فرض دومو فرض حرکت میکنند و بنویسم. خیلی مهمه بچه ها، حتما اول با فرض ساکنه شروع کنیم، بعد فرض حرکت میکنند و بررسی کنیم. این دوتا نباید با هم دیگه جا به جا بشه. بریم یه مثال دیگه هم ببینیم. قسمت جیم دو تا جعبه دارم، یه دونه 10 کیلوگرمی، یه دونه جعبه 2 کیلوگرمی هم روش، یه نیروی افی هم که 40 نیوتونه داره بهشون وارد میشه. مسئله گفته که اصطکاکی که ببینید اینجا دو تا جسم ها، دو تا سطح داریم، یه دونه سطحی که 2 کیلوگرم با 10 کیلوگرم داره، این دو سطح تماس این دو تاست، یه دونه سطح تماس 10 کیلوگرمی با زمینه. مسئله گفته که اصطکاکی که این دوتا سطح دارن اینجا FS ماکسیمومش 10 نیوتونه، FK 8 نیوتونه.
این صد چی؟ این صد مسئله گفته که استکاکی نداره، برامون ساده کرد. خب میام شروع میکنم حل کردن. اول براشون اسم بذارم، اسم این جعبه رو مثلا میذارم جعبه یک، بالایی رو میذارم جعبه دو. میام شروع میکنم دیاگرام کشیدن. این برای دو، اینم برای یک. جفتشون که وزن دارن خب میدونم میکشم. W2 20 نیوتونه، W1 هم 100 نیوتونه. این یه دونه N داره که از سمت 10 کیلویه بهش وارد میشه، میذارم N2. این یه دونه N داره از سطح زمین، این سطح زیرش داره بهش وارد میشه، اسمشو میذارم N1. یه دونه N دیگه هم داره با دو تا سطح در تماس دیگه، یه این سطح یه دونه این سطح. اون اینی که 2 کیلوگرمیه داره از بالا بهش وارد میکنه که اونم میارم اینجا میکشم، اسمشم N2 بود، میذارم. دیگه چی؟ میگم آقا به پایینیه یه دونه F داره وارد میشه اون سمتی، F هم بکشم. میگم آقا یه F داره این سمتی، مقدارش هم گفته 40 نیوتون. آقا پایینیه با سطح زیرش که استکاک نداره، پس حتما حرکت میکنه. حالا که میخواد حرکت کنه، چون داره یه نیرو بهش وارد میشه 40 نیوتون دیگه، بالایی هم که روشه رو میخواد با خودش ببره. ببین الان من اگه این دوتا جسم رو داشته باشم، تخت پاکون زیریه رو که میبرم، تخت بالایی هم مجبوره که با خودش ببره. پس یه نیرویی به جعبه بالایی وارد میکنه با استکاک این سمتی. این که میخواد بالایی رو ببره بهش نیرو وارد میکنه اون سمتی، بالایی خب طبق قانون اول، طبق قانون لختی دوست نداره بره، دوست داره وایسه، پس یه نیروی وارد میکنه به جهت پایینیه خلاف جهت اون سمتی. پس این یه نیروی وارد میکنه به جهت پایینیه به این سمت، اونم دوباره اسمش F استکاک. خب دیاگراممون تموم شد. حالا بریم حل کنیم مسئله رو. تفاوتی که این مسئله داره اینه که این دوتا جعبه در کل دارن حرکت میکنن. این که معلومه این دوتا دارن حرکت میکنن، چون با سطح زیرش هیچ استکاکی نداره. ما گفتیم که وقتی اینجوریه با سطح زیرش استکاک نداره، شما فوتش هم کنی این حرکت میکنه. اصلا تو دیاگراممون هم معلومه. الان جعبه بالایی رو نگاه کنی، فقط یه دونه F داره به اون سمت و این سمت نیروی نداره که خونسا کنه، پس جعبه بالایی حتما حرکت میکنه. آقا جعبه پایینی چی؟ میام وقتی بالایی حرکت میکنه میشه پایینی حرکت نکنه؟ اصلا جعبه بالایی رو پایینی داره حرکت میده ها، پس جفتشون حرکت میکنن. اما اون چیزی که الان سواله اینه که این دوتا دارن با هم حرکت میکنن، یعنی آقا من این پایینیه رو تکون میدم بالایی هم باهاش میره، یا اینکه نه من پایینیه رو دارم تند حرکت میدم بالایی جا میمونه، یعنی بالایی سرعتش از پایینیه کمتر میشه. این اون چیزیه که الان باید بررسی کنیم که آقا این دوتا حرکت میکنن با هم یا حرکت میکنن با سرعتهای متفاوت. من دوباره میام فرض میگیرم که ساکن اول، میگم دوباره اگه ساکن باشه این افی که اینجا نوشتم، استکاکی نوشتم، افش از نوع اف ایستاییه، یعنی با اف اس فقط نشون بدم. خب شروع کنم حل کردن دیگه. میگم که براشون زیگما اف مساوی ام آ مینویسم. باید حواسون باشه دیگه، اینجا داره حرکت میکنن، چون حرکت میکنن پس جفتشون حتما یه شتابی دارن. حالا که شتاب دارن باید زیگما اف مساوی ام آ بنویسم دیگه، نمیتونم بگم این با این برابره. برای دیاگرام دو اگه بنویسم، میگم تو دیاگرام دو یه دونه فقط توی محور افقیش اف دارم، مساوی میشه با امش که دوه ضرب در آ، که این افه گفتیم دوباره اینجا اف اس. تو دیاگرام یک اگه بخوام بنویسم،
میگم یه F دارم، F بزرگ منهای F S مساویه با 10، جرمش 10 بود. خب مقدار F که مسئله به من داده 40 نیوتون، میذارم تو مسئله، این دوتا رو با هم جمع میکنم، چه اتفاق میفته؟ جمعشون که کنم F S با هم خط میخوره، میشه 40 مساویه با 12 آ. از اینجا آ به دست میام، 40 دوازدهم یا 10/3 متر بر مجذور ثانیه. حالا که شتاب به دست اومد باید برم، کارم تموم نشده، برم تست کنم ببینم که فرضم درست هست یا نه. میام اینو میذارم توی این مسئله بالایی، توی یکی از این دوتا جاگذاری میکنم، افس هم به دست میارم. خب این ساده تره، میذارم توی این، میگم از اینجا افس من برابره با 2 ضرب در آی که به دست آوردم، 10/3 میشه چقدر؟ 20/3 نیوتون. وقتی میام با شرط مسئله بررسی میکنم، میگم آقا 20/3 تقریبا میشه 6 خورده‌ای، 6 خورده‌ای هم از 10 کمتره، کوچیکتره، پس این کوچیکتر از افس ماکسیموم مونده، پس شرط من درسته، خوشحالم، دیگه لازم نیست فرض حرکت میکند و بررسی کنم. اما تو قسمت دال، سوال دال اومده گفته که اگر در قسمت جیم مقدار اف را برابر 80 نیوتون قرار دهیم، مقدار استکاک و شتاب جسم را مجدداً حساب کنید. مسئله همونه، فقط اومده این اف رو به جای 40 نیوتون کرده 80 نیوتون. خب میگم دیاگرامام که تغییری نمیکنه، همون دیاگرام است، فقط اینجا این اف حواسم هست که دیگه 40 نیوتون نیست، دیگه 80 نیوتونه. خب چیکار کنم؟ دوباره مثل همون میام دوباره فرض میکنم اول که آقا جسم من ساکن، با فرض ساکن بودن میرم، گفتیم فرض ساکن یعنی F مساویه با FS، همونا رو باید تکرار کنم دیگه. میگم آقا دیاگرام 2، دیاگرام 1، دیاگرام 2 گفتیم FS مساوی میشه با 2، تو دیاگرام 1مون هم بود F منهای FS مساویه با 10 آ، تا اینجاش فرقی نکرد، فقط نکته ای داره، این F حالا شده 80 نیوتون. حالا که این دوتا رو بیام اگه با هم جمع کنم، دوباره FS با هم میره، میشه 80 مساویه با 12 آ، از اینجا آ به دست میاد، 80/12 یا 20/3 متر بر مجذور ثانیه. حالا اگه بیام بذارم توی یکی از این معادله‌ها برای اینکه اف اس رو به دست بیارم، اتفاقی که میفته اینه که اف اس من میشه چقدر؟ 2 ضرب در 20/3 یعنی 40/3. 40/3 هم تقریبا میدونم 13 خورده‌ایه و 13 خورده‌ای دیگه حالا از اف اس مکس هم بیشتر شد، پس این بزرگتر از اف اس ماکسیموم هم که 10 نیوتون بود شد، پس اینجا میتونم بگم که چیه؟ متاسفانه شرط من، فرض من غلطه. حالا که فرض غلطه، مجبورم بیام فرض حرکت میکنند رو بنویسم. پس این که این دوتا جسم روی هم سر میخورن میلغزن یا نه، به این افه داره نیرو وارد میکنه به جسم زیریه، اون افه مهمه مقدارش برای ما.
خب میگم حالا فرض حرکت میکنن، گفتیم وقتی فرض حرکت میکنن میگیم F برابر با F کار. حالا باید دوباره بیام براش بنویسم با این فرض دیاگرام دو به من چی میگه، دیاگرام یک چی میگه. دیاگرام دو دوباره همچنان فقط یه دونه F داره دیگه، یه دونه استکاک بیشتر نداره. می نویسم F مساویه با MA یعنی 2. نکته ای که داره اینه که این F مقدارش برابر FKه، بذارم FKه و FKه هم که دارم، مسئله به هم داده بود، گفته بود FKه چقدره؟ 8 نیوتون. آقا من FKه رو دارم، این جرم جسمم داشتم گذاشتم، پس شتاب از اینجا به دست میاد، شتاب هم میشه چقدر؟ 8/2 یا 4 متر بر مجذور ثانیه. نکته ای که داره اینه که تا اونجایی که ساکن بود داشتیم حرکت میکردیم، داشتیم حل میکردیم، این دوتا داشتن با هم حرکت میکردن، گفتیم نسبت به هم ساکنن دارن حرکت میکنن، ولی نسبت به هم ساکنن دارن با دوتایی با هم میرن جلو، پس شتابشون یکی بود. اما اینجا چون دارن سر میخورن رو هم دیگه، یکیش داره تونتر از اون یکی میره، این داره رو اون سر میخوره، حالا دیگه من نمیتونم بگم سرعت شتاب این دوتا یکیه، باید شتاباشو متفاوت به دست بیارم. پس میام اسم اینو مثلا میذارم آدو، برای پایینی باید یه شتاب دیگه به دست بیارم که داره اگه رابطهشو بنویسم یه F داره منهای FK مساویه با ام آ که 10 آه، اف مون گفته 80 نیوتون میذارم، اف کا خود مسئله گفته 8 نیوتون، این هم اگه جا گذاری کنم این ور میشه 72 نیوتون مساوی با 10 آ، پس از اینجا آه من به دست میاد 7/10 متر بر مجذور ثانیه، که اینم دوباره اسمشو مثلا میذارم آیه که با اون یکی قاطی نشه. پس اینجا دو تا شتاب باید به دست بیارم، چون دو تا جسم دارن رو هم سر میخورن و جفتشون هم در این حال دارن حرکت میکنن، این نیست که یکشون حرکت کنه یکشون ساکن بمونه. پس چی گفتیم تو این جلسه؟ اومدیم در مورد استکاک صحبت کردیم، گفتیم که آقا استکاک به دو بخش تقسیم میشه، استکاک ایستایی و استکاک جنبش. استکاک ایستایی گفتیم تا وقتی که جسم حرکت نکرده، مقدارش چقدره؟ گفتیم هر چقدر که تو بهش نیرو وارد کنی اونم به تو همونقدر نیرو وارد میکنه، تو اگه با 10 نیوتن بکشی اونم 10 نیوتن، 100 نیوتن 100 نیوتن، 1000 نیوتن 1000 نیوتن، هر چقدر تو نیرو وارد کنی اونم همونقدر به تو نیرو وارد میکنه. ولی گفتیم اینا تا کجا میتونه به این کار ادامه بده؟ تا وقتی که به حد اکثر مقدار خودش برسه، که بهش گفتیم FS ماکسیمم، استکاک آسانه حرکت، استکاکی که اگه یه ذره دیگه بهش نیرو وارد کنیم دیگه نمیتونه تحمل کنه و حرکت میکنه جسم. گفتیم بعد اینم که جسم حرکت کرد بهش میگیم داره استکاک جنبشی میشه یا استکاک حرکتی. گفتیم استکاک جنبشی یا حرکتی که با افکت کانشونش میدیم همواره یه عدد ثابتیه که نسبت توی مسئلمون توی اون شکلمون مقدارش تغییر نمیکنه. بعد اومدیم شروع کردیم مثالا رو حل کردم و گفتیم آقا توی حلی که پای میکنیم هیچ چیزی تغییر نکرده با توجه این مثالی که تا الان توی سر کلاس حل کردیم با هم دیگه، تنها تغییرش اینه که آقا اول باید دیاگراما رو بکشیم، بعد که دیاگراما رو کشیدی بیای توی دیاگرام اولا تشخیص بدی که استکاکت به کدوم سمته، ببینی تمایل حرکت به کدوم سمته و استکاکتو بذاری. بعد که کشیدی بیای شروع کنی با فرض ساکن بودن داری جلو، اول فرض کنی که آقا حرکت نمی کنه توی مثال من جسم، بعد که ساکن حرکت نمی کنه میگه آقا F مساویه با FS، حالا که این برابر اینه شروع میکنی حل کردن. بعد که حل کردی تموم شد میای بررسی میکنی ببینی FSی که با این فرض به دست آوردی میخوره به داده های مسئله، یعنی میخوره یا نه،
یعنی FS هم من در آوردم 20 آقا FS ماکس هم 10 نیوتونه درست در اومد. این یه چیزی کوچیکتر از FS ماکس هم هست، میبینم هست. اگه بود که خب خوشحالیم دیگه، تموم شده کارمون. اگه نبود بزرگتر شد مثل این مسئله، یعنی FS که من به دست آوردم الان شده 13 خورده‌ای، در صورتی که آقا FS ماکسیموم من میتونه 10 نیوتون باشه، پس این زده بالاتر از FS ماکسیمومی که مسئله گفته. میگم آقا پس این فرض ساکن بودن اینجا غلطه، میام با فرض حرکت بودنم یک بار حلش میکنم، با فرض حرکت بودن حل میکنی جوابا به دست میاد. درسی که توی فصل نیرو خواستیم بدیم بچه ها تموم شد. ما توی نیرو دیگه هیچ مبحثی نداریم که بخوایم بگیم. یه دونه بحث ترکیب فصل نیرو و حرکت مونده که اونم تو جلسه بعدی که با هم صحبت میکنیم من چند تا مثال براتون حل میکنم که اونم براتون جا بیفته که بتونید مثاله اونم حل کنید الان. ولی با اطلاعاتی که داریم و مباحثی که گفته شده، چه سر کلاس چیزی که الان گفتم، قاعدتاً باید بتونید تمام سوال‌های و تمرین‌های فصل نیرو کامل حل کنید. امیدوارم موفق باشین، قسم نباشین. خداحافظ.